اما ایرج میرزا بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گچ کشیدند. ارباب امائم این خبر را از مخبر صادقی شنیدند، گفتند که وا شریعتا، خلق روی زن بی نقاب دیدند. آسیمه سر از درون مسجد تا سردر آن سرا دویدند، ایمان و امان به سرعت برق می رفت که مؤمنین رسیدند. این آب آورد آن یکی خاک، یک پیچه ز گل برو بریدند. ناموس به باد رفته ای را با یک دو سه مشت گل خریدند. چون شرع نبی از این خطر جست، رفتند و به خانه آرمیدند. قفلت شده بود و خلق وحشی چون شیر درنده می جهیدند. به جمله تمام مردم شهر در بحر گناه می تپیدند. درهای بهشت بسته می شد، مردم همه می جهنمیدند. این است که پیش خالق و خلق طلاب علوم روسفیدند. با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدند. شاهزاده ایرج میرزا، پسر غلام حسین میرزا صدرالشعرا، در اوایل رمضان 1291 هجری قمری در تبریز به دنیا آمد. پدر و جدش هر دو شعرای متوسطی بودند و ایرج طبع شعر را از آنها به ارث برد، لیکن در این فن بر آنها و صدها شاعر زمان خود برتری یافت. ایرج فارسی، عربی و فرانسه را در تبریز آموخت و از محضر استادان بزرگی چون عارف اصفهانی و بهار شیروانی استفاده کرد. 16 ساله بود که ازدواج کرد و 3 سال بعد همسر و پدرش درگذشتند و اداره امور خانواده به گردن او افتاد و ناچار به خدمات دولتی درآمد. ایرج در 1337 هجری قمری به معاونت پیشکاری مالیه خراسان فرستاده شد. مدت اقامت و مأموریت ایرج میرزا در خراسان که 5 سال و 4 ماه طول کشید، بارورترین دوران فعالیت ادبی اوست. شاعر نمی توانست نسبت به جنبش های آزادی خواهی که در آن روزگار در همه جای کشور پدید آمده بود بی اعتنا بماند. در اشعاری که وی در این مرحله از عمر خود سروده، سادگی و صمیمیت، عمق اندیشه و لحن افشا و اعتراض به وضوح به چشم می‌خورد و در این سال هاست که قدرت شاعری وی به حد کمال خود می‌رسد و او را به نام یک شاعر بزرگ ملی معرفی می‌کند. ایرج در ورود به تهران با استقبال گرم ادبا و شعرا و مردم عادی پایتخت که بسیاری از خواسته های خود را در اشعار او یافته بودند روبرو می شود. به خصوص زنان به نام سپاسگزاری از شهامت فوق العاده ای که شاعر در مسئله رفع حجاب و آزادی زنان از خود بروز داده بود، با شور و شوق فراوان به استقبال او شتافتند و گلدان، گل و قوطی سیگار نقره و قطعه شعری به وی هدیه می کردند. چایکین، خاورشناس روس که ناظر این تشریفات بوده، می نویسد این مراسم ساده بیریا در شرایط آن روز بسیار معنادار بود و چون این افتخاری در ایران نصیب هیچ شاعر و سیاستمداری نشده است. ایرج شاعری را شغل و حرفه خود قرار نداد و به شعر و شاعری نمی نازید و جز به حکم تفنن و فرمان طبع شعر نمی سرود. ظاهرا تا اواسط عمر کمتر شعر گفته و اشعار او منحصر بوده است به همان اشعاری که جنبه تفنن و مزاح و شوخی دوستانه داشته و بنابراین تا مدتها کمتر نامی از او برده می شده است. در حقیقت دوره شاعری و ایام شهرت ایرج 10 سال آخر عمر اوست که به گفته رشید یاسمی سهولت بیان و سادگی گفتار در شعر ایرج در این سالها آنچنان هنرمندانه بوده که گاه در نثر هم نمیتوان تا آن درجه سادگی به کار برد. اثری که در این سالها نام او را بر سر زبان ها انداخت، مثنوی معروف عارف نامه بود که به سبک جلایر نامه قائم مقام فراهانی ساخته بود. دلم به حال تو ای دوست دار ایران سوخت،
که چون تو شیر نری را در این کنام کنند. به چشم مردم این مملکت نباشد آب، وگرنه گریه برایت علی الدوام کنند. مخالفین تو سرمست باده گلرنگ، موافقین تو خون جگر به کام کنند. در عارفنامه ایرج به بررسی اوضاع و احوال ناگوار مردم کشور در آن روزگار پرداخته و در واقع با نگارش اتهامنامه ای هجوآمیز به مخالفت با فساد و بیلیاقتی دستگاه های اداری و اجتماعی برخواسته است. خدایا تا به کی مردان بخوابند؟ زنان تا کی گرفتار حجابند؟ چرا در پرده باشد طلعت یار؟ خدایا زین معما پرده بردار. مگر زن در میان ما بشر نیست؟ مگر در زن تمیز خیر و شر نیست؟ قطعه مادر شاهکار ایرج و یکی از زیباترین قطعات ادبیات معاصر ایران است. ادوارد براون، ایرانشناس نامدار، این شعر زیبا را در ابتدای جلد چهارم تاریخ ادبیات ایران قرار داده است. گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهان گرفتن آموخت، شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. لبخند نهاد بر لب من، بر غنچه گل شکفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. بعد از قطعه مادر، زیباترین اثر ایرج بدون تردید مثنوی زهره و منوچهر است. این منظومه در حقیقت ترجمه آزادی است از ونوس و آدونیس، شاهکار ویلیام شکسپیر. ایرج محل وقوع حوادث را در کوهستان‌های ایران قرار داده و آدونیس جوان را به صورت نایب اول قشون تصویب کرده است. منوچهر قهرمان 16 ساله داستان ایرج، سپاهی جوانی است که بر طرف کلاهش لبه دوخته و دارای شمشیر و نشان و واکسیل بند است و با تفنگ و فشنگ پی نخجیر رفته است. داستان با دیدار زهره و منوچهر در یک سحرگاه که هنوز آفتاب نتابیده و دیده نرگس از خواب باز نشده آغاز می شود. زهره و منوچهر یک ترانه عاشقانه زنده و زیباست. در این منظومه عشق و دلدادگی زهره بر خلاف اکثر داستانهای ایرانی یک عشق آسمانی و عرفانی نیست، بلکه عشقی است زمینی و انسانی با تمام جمال و کمال طبیعی آن. گفت سلام ای پسر ماه و هور، چشم بد از روی نکوی تو دور. ای تو بهین بیوه باغ بهی، غنچه سرخ چمن فرهی. چین سر زلف تو عروس حیات، خال دلارای رخ کاینات. در چمن حسن گل و فاخته، سرخ و سفیدی به رخ تاخته. شاخ گلی پا به سر سبزه نه، شاخ گل اندر وسط سبزه به. این همه بشنید منوچهر از او، هیچ نیامد به دلش مهر از او. بود در او روح سپاهیگری، مانع دل باختن و دلبری. لاجرم از حجب جوابی نداد، یافت خطابی و خطابی نداد.